وزیر خارجه و رئیس عمومی امنیت ملی کشور در نشست است جوابی روز چهارشنبه مجلس نمایندگان حضور یافته و به پرسش های اعضای مجلس در مورد حملات راکتی از خاک پاکستان پاسخ گفتند. هرچند وزیر خارجه بر حل دیپلماتیک این مسئله تاکید کرده و افزود که گفتگوهای سیاسی و دیپلماتیک با پاکستان در این راستا ناکام مانده است. او گفت حکومت افغانستان باید در این مورد رای دیگری مانند شکایت به شورای امنیت سازمان ملل و سازمان سارک را جستجو کند. یک مرحله اولیش تیر شده و متاسفانه باید وزیر خارجه افغانستان میگه که مادری کنم موفقیت ایجاد به دست ناوردیم و ما فکر میکنیم که ای به مرحله دوم بره و مرحله سوم بره. امیدوار هستیم که نره و ای همونطوری که خانم نایید فرمودن ما بالکل طرفدار هستم یک بحث شورای امنیت ملی افغانستان میکنم با مشوره ها و نظریاتی که وکیل صاحبای محترم به ما میتن، چون این مسئله تنها حکومت نیست، این مسئله افغانستان است، مسئله مردم افغانستان است و اگر ما میخواهیم که خاک خود دفاع کنیم و میکنیم ما کل ما باید دست به دست دیگه خود بتیم و متحد شویم برای اینکه کار بکنیم و این کار میکنیم. افغانستان در تاریخ خود این کار کرده و به دنیا نشان داده یک الگوز و ایره خاط کرده. از سوی رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی کشور تایید کرد که گفتگوهای سیاسی در مورد توقف عملات راکتی از خاک پاکستان هیچ سودی نخواهد داشت و ای خان یک حرکت ملی در مقابل تجاوز پاکستان شد. یک کمپ زده شوه یا از طرف وکیل صاحب یا از طرف مارشال صاحب یا از طرف جنرال صاحب دوستم که چیز است یا وزیر صاحب دفاع، یک کمپ زده شوه، داوطلب ثبت شوه، دخل بریم یک 100,000 نفر در سرحدات برای یک هفته ما بفتیم و دنیا رو بگوییم که ما صدای خود تا اینجا کشیدیم. رئیس عمومی امنیت ملی افزود نظامیان پاکستانی 4 نوع تحرک را در مناطق مرزی را اندازی کردند که مشمول حملات راکتی، نزدیک ساختن پست‌های امنیتی به نقطه مرزی، مجبور ساختن مردم به ترک محلات و بازنمودن جدید راه عبور و مرور برای شورشیان است. نبیل هدف از این اقدامات پاکستان را ناامن ساختن افغانستان پس از سال 2014 میلادی خواند. عبور و مرور طالبای پاکستانی و القاعده را باز ماندند. همراهشان همکاری میکنند که تا به تقریبا یک ماه یک و نیم ماه پیش اوراها بسته بود، 4 راه جدید را باز کردن از مناطق چترال به نورستان به منطقه کامدیش که مشخص است، معلوم است. رئیس عمومی امنیت ملی تایید کرد که نیروهای پاکستانی در بسیاری از مناطق 4 تا 5 کیلومتر خاک افغانستان را اشغال کردند. او همچنان از ورود طالبان پاکستانی بر شماری از ولایت‌های کشور ابراز نگرانی کرده، گفت طالبان پاکستانی به همکاری سازمان استخبارات آن کشور در شماری از ولایت‌های کشور مستقر شدند. معلومات موثق ما داره، اما ما نمیتونیم که سر 80 90 100 نفر طالب خود ما چیز کنیم. عملیات خاص نمیشه بسیار زیاد، عملیات دیگه نمیشه. اردوی ما مثلا منتظر باید باشن که نیروهای ائتلاف به ارتباط طیاره و یه چیزا امراشون کمک کنن. ما معلومات بسیار مشخص داریم و اینم منورتان میگم اگر وضعیت به میرقم دوام کنه، وضعیت کابل ما زیاد مطمئن نیستم که ما زیاد تمام واقعات جلوگیری کنیم. رئیس عمومی امنیت ملی همچنان تاکید کرد که 350 نفر از شهروندان پاکستان را که با تذکرهای جعلی میخواستند شامل ارتش ملی شوند بازداشت کرده است. او همچنان از بازداشت 15 مامور بلندپایه حکومت به جرم جاسوسی به کشورهای خارجی به ویژه پاکستان خبر داد.